نفر بعدی پیمان پزشکپور سر تا پا نهوست. حالا من نمیدونم این بهروز خان چش پری جان سورپریزگر سیبر جان رمال خانم جان رمال دریا تو بگو محیط عزیزم آفرین عمه جون غیر قابل پیش بینی متشکرم بله خب من سه تا ستاره دیگه بدم به پیمان پزشکپور و متشکرم از نظراتتون در جنبندی امتیاز پیمان پزشکپور از بقیه بیشتر امتیاز آورد متشکرم که تشریف آوردید یادگار نظرتون حالا تا خواستگار های بعدی خداحافظ اون روزا سعی میکردم هر طور شده خونه رو پر جنب و جوش و گرم کنم و به هر بهانه‌ای که شده همه رو دور هم جمع کنم البته این بهانه‌ای بود که تونستم با یه تیر دو تا نشون بزنم هم نظر همه رو در مورد خواستگارا بفهمم هم سعی کنم عمه زیاد تنها نمونه و حوصله سر نره آخه شور شکور خیلی فیلم قشنگی بود واقعا بازم از دوستت این فیلم ها رو بگی بیا ببینیم آره شاهین دیویدی بابا یه آپارتمان داشت قدیما میرفتیم تا سخت اون دندونه آخر دیویدی میچید اصلا جونوریه بابا اصلا لازم نکرد دیگه این فیلم ها بگیری این دفعه فیلم بگی دختره پسره به خاطر بچه ول کنه خیلی پستی عجب آدم بی جنبه یا به من چرا داره فیلم بوده فیلم بوده تو مردی دیگه تو هم لنگه اون همه تو سرده یه گربازی کی گفته؟ مامانم میگه خیلی دیر به این نتیجه رسید مامان پری نخه ببین پسره دختر رو واسه خاطر اینکه بچه دار نمیشد ول نکرد بعد دقتم کردین دیدین تا رویش رو کشید بالا اصلا مریضیه عقب نشینی کرد آره دیگه به این میگن تاثیر مستقیم روح بر جسم بفرما تاثیر مستقیم روح بر جسم خب مثلا دقیقاً توضیح بده من چه خیلی یعنی اینکه وقتی که مثلا یه چیز رو هی به خودت تلقین کنی اون اتفاقا یکی خیلی مریض باشه هی بگه من خوبم خوب میشه مثلا بفرما تموم شد رپی کارش دیگه کاش برای خاله میشد کاری کرد خیلی خوب ببین منم دارم سعی میکنم زودتر ازدواج کنم تا عمه جون حالش خوب بشه روحیش عوض بشه من هم به قصد شما البته به سعی شما هر دو احترام میذارم به نظر من باید ما یه کاری بکنیم ما باید ببریم این تلویزیون رو بذاریم تو اتاق خاله واسه یه برنامه فیلم بینی ترتیب بدیم و فیلم هایی بگیریم که وسطش یک معجزه اتفاق میفته و همه مریضا خوب میشن آره خیلی پیشنهاد خوبیه فقط بعد این فیلم ها رو سفارش بدیم بسازن نه از این فیلم ها خیلی زیاده بعد مگه تو نگفتی تلقین از این حرفا همون اتفاقی که دقیقاً تو این فیلم افتاده من خیلی دقت کردم این نکته که اون دختر سلام خانم دکتر حال شما ببخشید خانم دکتر بله خواهش میکنم شما منو بهش بگو امروز عصر نه برنامه خاصی نداریم بله عمه جونم هستن بله پس میبینمتون لطف میکنید خواهش میکنم لیلا جون خدافظ نه چیزی نیست خدافظ خانم دکتر بود آره داریم میاد اینجا عصر داره میاد اینجا دریا پاشو بریم تو اتاق تمام مشکلات پزشکمون رو کاغذ بنویسیم اومدش ازش بپرس آره بیا بریم تو اتاق من بهش بگم دیشب چیا به من گفتی ببینم چی برای من تجویز میکنه
رحمت جان، چرا اینقدر از زیر کار در میری؟ اگه حال نداری نکن آقا، چرا کار منو زیاد میکنی؟ زیبا، اجالتاً حال ندارم. گفتنی گلاب برود انگار یه وزنه 200 کیلویی رو گذاشته باشن روی این کمر بیدیکس من. باز من از تو یه کار خواستم، دیکس میکس آوردی وسط، چته باز؟ خب این دیکس میکس من این وسط هست، نمیتونم که ورش دارم بذارمش کنار. غم و غصه‌م کم بود، غم و غصه خانومم بهش اضافه شد. از یه طرف تو، از یه طرف شریفه، حالا هم خانوم. دیگه دل و دماغ واسه آدم نمیمونه. مادرت بمیره شریفه جان، از وقتی این پسره گذاشتتش سر کار از قوت و غذا افتاده، اصلا شریفه ای سابق نیست. غلط کرده گذاشتتش سر کار؟ مگه من اینجا نه قلیونم؟ شوهر برای شریفه پیدا میکنم عین خودم، مرد یه نهرآبادی اصیل. آی قربون دهنت رحمت جان، اتفاقا یکی از همتایفه های خودمون باشه خیلی هم بهتره، آشنا با سواد باشه ها، های کلاس. مرد گفتنی باید غیرت داشته باشه. کلاس و های کلاس و مای کلاس و بذاریش تو کوزه، بذاریش اون کنار. بعدم گفتنی نهرآبادی ها همه درس خوندن، کلاس رفته و با کلاسن، ولی مرد باید خدا و پیغمبر سرش بشه که سر حرفش واسه. مثل خود من گفتنی چقدر پای تو واسادم. بله بله اونی که میدونم، ولی رحمت جان یه کوچولو از تو بهتر باشه، اشکالی نداره. با ایمان، با ایمان. از من بهتر میشه؟ حالا شریفه به کنار، زیبر نگران خانومم، هم بر خود ستایی نباشه، یه بلایی سر خانوم بیاد ما بی پشت و پناه میشیم. و زیبر جا خدا نکنه دلت میاد، خانم ماشالله ماشالله با تقوا، با تجربه، با سواد، حتما دوا درمون میشه، حتما حتما. کاش لاقل یه کاری از دست من برمیومد، کم به گردن ما حق نداره ها خانم. این همه دکتر مهندس نتونستن کاری بکنن، بعدن تو میخوای کاری بکنی. حالا پناه بر خدا، این آقا پیمان، این خانم دکتر سرطانی چیه؟ پیشنهاد داده ایشالله که دست شفا باشه، تو فقط دعا بکن. دعا رحمت جان، یه سفارشی هم برای شریفه من دعا بکن، یه راه خیر باز بشه انشالله. همه ی جوونا آقا بعد بخیر بشه، البته بخصوص شریفه، بخصوص. خیلی خوب دیگه، بس حالا دیگه کارمانامونو انجام بدیم، کارامون مونده همه. گفتنی حال ندارم، یعنی نگرانم زیبر، نگرانم. ده برای چی نگرانی رحمت؟ تو برای عالم آدم نگرانی، الا من بدبخت. الا تو؟ گفتنی گلاب برو، تو همه زندگی منی. خدا زندگی تا نگه بدار. بساب بساب بذاری بیسابو بپاشون آقا، اون خوشگیگه آقا، نمیشه. آها دست حرکت. آفرین آفرین. خوش سلیقه ای نامه جون، خوبه. من هر روز میام کشوهای اینجوری میریزم به هم که چیزای جدید پیدا کنم. من اصلا نمیدونستم که همچین چیزایی هست. خوب شد رفتی سراغشون. اینا بعضی یادگاری هست، خاطرات خوبی رو واسه آدم زنده میکنن. شاید هم هدیه هایی هست که خاطرات خوب رو به یاد میارن ها؟ یا شاید هم خاطرات بدو. البته بیشتر اینا هدیه هایی که از پدرم گرفتم، از خانم جونم، از بابای تو. بابام خیلی عقیده جالبی راجع به روز تولد آدم ها داشت. همیشه میگفت روز تولد هر کسی بهترین فرصته واسه اینکه آدم های دیگه یادش بندازن که دوستش دارن و بهش اهمیت میدن. محال بود که روز تولد کسی یادش بره. چقدر خوب. آره خیلی. اما این یکی من بعید میدونم که کادوی بابا بزرگم مامان بزرگ باشه، درسته؟ اون یکی از دست تو لیلا، هیچ وقت هیچی رو از تو نمیشه پنهون کرد. چقدرم که شما پنهون میکنی. زیاد چیز مهمی نیست، به هر حال تأثیر رو زندگی من نذاشته. بهت که گفتم گذشته ایه که باید فراموشش کرد. این حلقه همون نامزد سابقمه. خب پس تأثیر روی آیندتون نذاشته، ولی به نظرم میشه روی زمان حال تأثیر بذاره، مخصوصا وقتی آدم اثراتش رو نگه میداره. ببینم راستی خانم دکتر طهماسبی زنگ نزد؟ قرار بود زنگ بزنه. خیلی خوب بلد این حرف رو عوض کنین عمه جون. چرا زنگ زد گفت بعد از اون میاد یه سری بهتون میزنه؟ یادت باشه هیچی توی یخچال نداریم، نه میوه نه شیرینی. شما نمیخواد نگران این چیزا باشی، من خودم درستش میکنم.
لیلا جان، من فکر میکنم اینا پیش تو باشه بهتره. من که واقعا هیچ وقت ازش استفاده نمی کنم. دیدی که همینطور گوشه کمد افتاده بود. استفاده نمی کنی؟ نه. حتی اگه عروسی من باشه؟ من مطمئنم به زودی خبرهای خوبی قراره بشنویم. جدی داری میگی یا شوخی میکنی؟ قصه این پیمانه است؟ آره دارم بهش فکر میکنم. تو که خیلی وقت داری فکر میکنی. این یکی یکم جدی تره. خیلی خوب. پس اینا پیش تو باشه. من اینا رو نمیخوام. اگر اجازه بدی من فقط همین حلقه رو قبول میکنم ازتون با کمال میل، چون هیچ تأثیری که برام روی شما نداشته. نه دیگه، یا همش یا هیچ کدومش. پس هیچ کدوم. من مطمئنم به زودی یه فرصت پیش میاد تا از همش استفاده کنیم. فعلا. بله شما خانم دکتر جان مایی. این آژانس آقا خلیل ما همیشه کارش همینه. یکی دو دفعه هم می‌خواستیم بریم فروشگاه ما را قال گذاشت، یک ساعت دیر اومد. عجیبه واقعا، اینجا مثل که همچی اتفاقایی که میفته، یه باد و بارونی که میاد وسیله نقلیه کمتر میشه، در صورتی که مردم بیشتر به ماشین نیاز دارن. خانم دکتر جان چقدر شما احساساتی هستی، چرا شاعر نشدین خانم دکتر سرطانی شدی؟ زیور جون این چه حرفیه، اتفاقا من خیلی از دکترها رو میشناسم که بسیار روحیه هنری و شاعرانه دارن. پدر خودم یه دوستی داشتم به اسم دکتر ملک منصوری، ایشون انقدر روحیه هنری داشتن فیلمم ساخته بودن. ولی لیلا جون زیور خانم درست میگه، من اصلا قرار نبود که برم تخصص سرطان شناسی بگیرم، در حقیقت علاقم زیاد این نبود، ولی اتفاقی افتاد که خب به این سمت کشیده شدم. بفرما خانم جان، شما مو میبینی من پیچ پیچ مو. چه اتفاقی؟ یعنی ولی که نزدیکانم دوچاره این بیماری شد و به هر حال من خودم خیلی دوست دارم. سلام. سلام خانم دکتر، شما تشریف آوردین، ممنون. بفرمایید، خواهش میکنم. چطور به من نگفتی لیلا جان؟ ببخشید این قرصای من خواب آوره، اصلا متوجه نشدم. خواهش میکنم، اصلا هیچ خودتون نگران نکنید، من خودم گفتم که صداتون نکنن، داشتیم با هم گپ میزدیم. خواهش میکنم، خیلی خوش آمدین. به هر حال این شانس ماست که با خانم دکتر خوب و قابل اعتمادی مثل شما آشنا شدیم. پیش پای شما خانم جان من همینه داشتم میگفتم، اصلا خانم دکتر با تمام خانم دکترها فرق میکنه. بله. هیچ جور آرامش میدن به آدم، اون چیزی که شما نیاز دارید. بله. زیور جون خانم دکتر جدا از آرامشی که واقعا تو کارشون دارن، در تخصصشون هم استثنایی هستن. لیلا جان شما لطف داری، از وقتی که من خانم شمس و زمان شناختم روحیه‌ای درشون دیدم که مطمئنم در روند درمانشون بسیار موثر خواهد بود. بله بابا روحیه بشه در میخوره خانم دکتر جان، علاجو پیدا کن شما. علاج کجا؟ زیور خانم روحیه اتفاقا در روند درمان خیلی موثره، دست کم نگیرین موضوع رو. بله اتفاقا منم یه سری مقاله و چند تا کتابم در این زمینه خوندم. این روحیه‌ای که شما می‌فرمایین یه بخشش برمیگرده به توکل آدم، اینکه آدم اعتقاد داشته باشه چقدر از شفاش دست خداست. ولی خانم گوشش علاوه بر توکل امید رو هم فراموش نکنین. امید یعنی زندگی. حالا اگه موافق باشین بریم بالا یه سری از داروهاتون رو عوض کنم، یه معایناتی انجام بدم، خیالم راحت بشه. خانم دکتر جان مجلس بیریاس، هرچی هست جلوی ما هم بگید. خانوم هم اینشالله تحمل شنیدنشو دارن. زیور این چه حرفیه داریم؟ بله شما بفرمایید بالا تو اتاق عمه، منم خدمتون میرسم. ما قرار بود بابت یه چای شیرینی در خدمتون باشیم، قرار به زحمت دادن شما نبود، عجله ای نیست. این توکل شما ما رو کش خانم جان، چی رو عجله نیست؟ خب بریم بالا معاینه بشین دیگه خانم، این همه را زحمت کشیدن اومدن ای به دست خالی برن. نه بابا چه زحمتی، زیور خانم چه زحمتی عزیزم، خونتون ماشاءالله پر از انرژیه، من واقعا انگار سالها سمتون رو میشناسم. شما خیلی لست داریم، بفرمایید من در خدمتتونم. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. سلامت. زیور جان این چه طرز حرف زدن جلوی عمه است؟ چرا با عمه اینجوری حرف میزنیم؟ ما باید بهش روحیه بدیم، باید بهش امید بدیم. دست شما در نکنه خانم جان، چی گفت مگه؟ گفت یه خونه پر از انرژی مثبت، همش هم به خاطر مدیتیشن منه. بله. منتها بی‌صاحب دست نمک نداره. بله عمو جون. آه لیلا بیتون کیافه شو
شده فلورانس نایتینگلش هم سال ماره، فقط یه فانوس کم داری که توی راپلا شب گردی کنیم. مزاحمتون شدم؟ داشتین چیزی می نوشتین نه؟ میدونی چی انجا؟ قلم و کاغذ از بچگی رفیق و همراه هم من بوده، خاطرات و خطرات. با کامپیوترم هیچ وقت نتونستم کنار بیام. نوشتن با قلم یه حال هوای دیگه ای داره. بله عمو جون، من اومدم یه چیزی ازتون بپرسم. البته شاید فکر کنین که فضولیه، ولی واقعا اینطوری نیست. خب بپرس، من گوش میدم. به عمه مربوط میشه. میتونی، من امروز به عمه پیشنهاد دادم که کشو و کموداشو که یه سری خرت و پرت و چیزای قدیمی توش داره بریزیم بیرون و مرتب کنیم. بعد رفتم سراغ یه سری زیورالات و یه سری طلا و نقره که داشت. بعد یه حلقه پیدا کردم، یه حلقه که شبیه حلقه نامزدی بود. فکر میکنم مربوط به همون قضیه فرخ پارسا بشه. پس خواهر اون حلقه رو هنوز نگه داشته ها؟ نمیدونم میتونم برات بگم یا نه. بعضی وقت آدم میترسه که وقت بگذره و جاش دریغ و درد بمونه. مریضی خواهر واسه تو و اهالی این خونه یه شوک، ولی واسه من یه درد. میدونی قشنگ ترین لحظه خورشید کیه؟ زمانی که خورشید داره غروب میکنه. چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه و تو باید درست اون لحظه خودتو برسونی، وگرنه نمیتونی ببینیش. نمیتونم، همیشه دیر رسیدم و من دوباره دیر رسیدم. شاید باید هر بار با قطار قبلی میامدم. من فکر میکنم این روزا واسه همه خیلی روزای خاصیه. با وجود بیماریش، همون جون دقت کردین یه آرامشی توی نگاهشه که من هیچ وقت ندیدم. امیدوارم این زیبایی قبل از من هیچ نه برام تعریف کنم. بیماری عمه تلنگری به همه ما زده بود که به فکر بیفتیم. همونطور که حضور هر خواستگاری موج و تأثیر خودشو توی این عمارت به جا میذاشت، بیماری عمم جو خاصی رو به شمس العلماره حاکم کرده بود. همه ما به فکر افتاده بودیم که نکنه دیر بشه. دریا! دریا! آقا دریا. شکور! آقا شکور چه خبرت اینقدر داده بیداد میکنی؟ مگه سر میبری؟ ای بابا! سر نه! سر چی؟ مشروط من دیگه نجات پیدا کردم. آقا شکور زده به سر تو، یه جوری آدمو بغل میکنی یکی ندونه میگه چه خبر شده. این چیه؟ چرا داد بیداد را میندازی؟ شما هم همش سرخوشی آدمو سرکوب کنه. شما چرا واسه چه خبره؟ من اینجا واشتادم چهار تا آدم مثل شما آرامش خانومو به هم نزنم. اگرم شما متوجه نمیشی و میخوای به شلوغی ادامه بدی، با این جارو کاری رو که نباید انجام بدم انجام بدم. نه شما خودتو ناراحت نکن. آره راست میگی، من حواسم به خاله جان نبود. من یه خبر خیلی خوبی دارم. باید اجازه بفرمایید. اول خبر رو به من بدید، بعد تشریف ببرید. ممکنه این چیزی که شما رو شاد و شنگول میکنه خانومو ناراحت بکنه. مگه میشه چیزی که منو خوشحال کنه خاله رو ناراحت کنه؟ بله. تو نهرآباد یه دختری بود سل داشت بر نسبت شما. دوستش که همسایه‌شون بود عین شما، دوید اومد گفت آی خبر خوش دارم، خبر خوش دارم. رفت تو خبرو داد، نیومده بیرون. یارو خودش از بالا پشتمون انداخت کشت. بگو چرا؟ چرا؟ برای خاطر اینکه رفت بهش گفت چون تو سل داری خواستگارت اومده میخواد با من ازدواج کنه. خیال کرد این خبر خوشه. مشرمت این چه رفتی به اون چیزی که به خاله میخوام بگم داره؟ من حامل خبر پدر شدنمم. مگه کلیهش خوب شد؟ نه بابا، مامپری تماس گرفت، گفت دکتر تماسبی یه دکتر کلیه معرفی کرده. دریا رو میبریم پیشش، تموم شد رفت به کارش دیگه. حالا کوتا بچه، برو قصه رو واسه دریا خانوم تعریف بکن. انقدر هولی که بچه رو هم کشیدی وسط. برو عزیز دل من، این چیزها برای خانوم افاقه نمیکنه. برو. ولی من مطمئنم به خاله جان بگم خوشحال میشه، دو دندونه روحیه میکشه بالا. به شکور میگم بابا شکور. شکی شکی آقا شکور، این شکی شکی دیگه چیه؟ این دیگه بر نسبت شما گلاب داره تو یه ذره. ای بابا مشرمت، بچه‌ها اسم پدرشونو گرد صدا میکنن دیگه. ای بابا آقا شکور، بفهمین برین تو اتاق. این چیزا بدتر خانومو ناراحت میکنه تا خوشحال. برین اینا رو برای دریا خانوم تعریف کنین. بفرمایید. هر موقع ما خوشیم شما یه زد عالی ما بزن. بفرمایید.
مطمئنی مادر جان دیگه راهی نمونده؟ میخوای یه بار دیگه به آقا امید فکر بکنی؟ چه میدونم یه راه حلی پیدا بشه بری سر خونه بختت؟ ماما خانم هر چی بوده تموم شده، اصلا شروع نشده بود که بخواد تموم بشه. من دیگه تصمیم گرفتم همه چی رو فراموش کنم. چی رو فراموش بکنم؟ آدم که شوهر کردن رو فراموش نمیکنه که. چرا اینقدر کله شقی میکنی تو شریفه؟ ماما خانم میخوای به من کمک کنی قربونت برم؟ پس دیگه اسم امید و سوسن و درس و دانشگاه و کفت و زرما رو توی خونه جلو من نیارین، خواهش میکنم. استادم گفته ورزش بهترین راه. نمیدونم والله، آدم از کار شما جوونا میمونه، اون از دخترای مردم که خواستگار رو میچسبن دیگه ول نمیکنن، اون از تو که میخوای فراموش بکنی. به تو بگم یوگا در این مقوله ممکنه جواب نده، بدتر یاد بیاری به جایی که فراموش بکنی. من دیگه آب از سرم گذشته، میخواد جواب بده میخواد جواب نده، مهم اینه که من تصمیمم رو گرفتم. چیکار باید بکنم الان؟ خیلی خوب خیلی خوب، چشمو ببند گوشو باز کن بکش نفس. خوب شریف جان، الان تو رو بردم دم دریا، داری روی این شنای سفید راه میری. همینطوری که راه میری جای پای خودتم چی نگاه میکنی. به به، عجب باد خنکی هم داره میاد. یه دفعه میبینی او یه نفر از اون دور داره به سمت تو میدوه، اول نمیشناسیش، خوب که نگاه میکنی میبینی بله، یک عدد آقا امید با یک شاخه گل سرخ داره به سمت تو میاد. ماما خانم من میگم میخوام فراموش کنم، شما میگین تو ساحل امید به سمت من میدود. مادر جان امید ندوه کی بدوه پس؟ خب اون میاد تو مغز من دیگه. ماما خانم فکر کنم شما به مدیتیشن بیشتر از من احتیاج داشته باشین. مامان جون منو ببر توی فضای دیگه، یه جای دور، انقدر دور که اصلا امید توش نباشه. خیلی خوب خیلی خوب، یک بار دیگه ترای میکنی، ببند چشمو. خیلی خوب شریف جان، این دفعه بردم توی خانه بزرگ مجلل با یک حیات دلنشین. من و بابات هم نشستیم رو چی؟ روی تاب. داریم هی تاب میخوریم، هی تاب میخوریم، تاب میخوریم یواش. آب پرتقال هم چی؟ نوش جان میکنیم. که دفعه میبینیم اوهو، یک عدد آقا امید دست در دست شریفه. نمیخوام امید نمیخوام. وای منو باش که اصلا دلم خوش کردم به شما، نخواستم اصلا. بی صاحب هنگ کرده ریبا جان، هیچ کس در مکتب تو باقی نمونده، پس حداقل خودت به خودت آرامش بده. چشم شیشومه یا هفتم؟ هشتو؟ وای خاک عالم بر سر من، امو چندومه؟ اون وقت میگم رحمت گیر میده، سیریشه، توجه نمیکنه. اگه من توجه نمیکردم که خانم خواب و خوراک نداشت. تو اینجا چیکار میکنی؟ معلوم هست یه ساعت کجایی؟ من اینجا نشستم مراقبم که خانم اگر حالش بد شد چیزی شد اینجا باشم. رحمت جان حواست پرتو، خانم که صبح با آپری خانم و هرمز خان رفته بیمارستان، خانم کجا بود حالا؟ یعنی من اینجا یه ساعت بی خودی نشستم؟ امکان نداره تو این خونه پشه تکون بخوره من خبردار میشه. برو ببینم. خانم کجا بود حالا؟ گفتنی گلاب برود به نسبت با پری خانم و هرمز خان رفتن دکتر. رحمت جان پیر شدی، لیلا خانم کجاست؟ تا اونجایی که من میدونم تو اتاقشه، مگر اینکه از دری پنجره سوراخی سنبه ای جایی زده باشه بیرون. حالا این داری چیکارشون داری؟ تو سوپلیز میدونی یعنی چی؟ یا به عبارتی سوپلایز؟ نه همون دیگه، در فرهنگ لغت فردی را که در تولدش بخواهن غافلگیر کنن سوپلیز میکنن یا به عبارتی سوپلایز میکنن.
آه شنیدم لیلا خانوم میگه، اون میگه سورپرایز. امروز نهمه. خب نهم دیگه چیه؟ تولد خانومه دیگه، سورپرایز خانومه. میخوام برم به لیلا خانوم بگم. آه میخوای خانومو غافلگیر کنی، سورپرایز بکنی. آه برو بریم. بله. خب خدا رو شکر اجالتا خانومم اینجا. مگه قرار بود کجا باشم؟ چی شده خانم جان؟ همینطور غافل نشستی؟ هیچ میدونین امروز چندومه؟ چندومه؟ نهمه دیگه. همون دیگه، نهمه دیگه. ماشاءالله اینقدر شما حواستون پی خواستگاراتونه که پاک همه چیزو فراموش کردین. البته منم از سر درد یاد آوردم امروز تولد خانم جانه. راست میگه، امروز تولد عمه است. من چرا یادم نبود خانم؟ ولی من یادم بود خانم. گلاب بروتون همه تولد ها یادمه، تولد خانم، آقا، شما، زیور. این شایعی هم که پراکنده میکنن، میگن رحمت به هیچکی توجه نمیکنه خانم، یک شایعه است خانم. تولد زیور هر سال براش هدیه میگیرم خانم. رحمت جان باز چخان کردی؟ دروغ میگه خانم جان، حتی یک بارم برای من تولد نگرفته. میگه این مملکت 70 میلیون جمعیت داره. آه. اگر تقسیم بکنیم به 365 حدود 2 میلیون نفر. آه. آقای منی چقدر؟ 2 میلیون نفر. 2 میلیون نفر. اگر 2 میلیون نفر هر روز بخوان جشن و سرور به بابا کنن که دیگه برق باقی نمیمونه. اون وقت سد کرش که سهله، هیچ سدی نمیتونه کمر راست بکنه. اینه که رحمت میگه یه نفرم دو نفره، دو نفرم سه نفره. تولد که نمیگیره خانم جان هیچی، کادو هم نمیگیره. عوضش سیریش نیستم. من چرا یادم نبود؟ چرا حواسم نیست؟ خانم جان اگه ما هم جای شما اون همه خواستگار رو با هم قورت داده بودیم، دیگه حواسی برای ما باقی نمیموند. حالا بلند شین، دیر نشده. باید به خانم نشون بدیم که توجه میکنیم به ایشون. آره زیور راست میگی. باید یه مهمونی خیلی خاص بگیریم، بعد حسابی غافلگیر بشه. شریفه که الان کاری نداره، من برم شریفه رو صدا کنم، با هم بریم کادو و کیک بگیریم. ببینید باید حسابی عمه رو سورپرایز کنیم. ببینید شما برین به کاراتون برسید، منم الان حاضر میشم میرم پایین. چشم. ببینم چیکار میکنین. آفرین. مراقب باشی خانم جان، قدم نه از پاتون رو نگیریم. با اجازه. قبلا عمه برام گفته بود که وقتی آقای جون یعنی پدر بزرگ من زنده بود، همیشه رسم بود که تولد آدمای این امارت یه بهانه خوب باشه برای دور هم جمع شدن. و حالا تولد عمه بهانه‌ای بود تا اونو به یاد روزهای خوب این امارت بندازیم. سلام خانم، چه خبر خانم؟ سلام. دکتر گفت دیگه بل نسبت حالتون خوبه، بله؟ عجیب رحمت، خلاصه تو به فکر این خونه افتادی. خانم ما نه تنها به فکر خونه هستیم، به فکر شما هستیم خانم، به فکر آقا هستیم، به فکر زیور هستیم خانم. این شایعی هم که پراکنده میکنن که ما به زیور توجه نمیکنیم خانم، شایعی بیش نیست خانم. بس کن رحمت. حالا خانم به قول آقا دیگه ختم به خیر شد، دیگه خیالمون راحت. بابا رحمت تو چرا این همه شلوغش میکنی؟ خانم دکتر دستور آزمایشات جدیدو دادن، همه چیزم به خیر و خوشی پیش میره. تازه حالا معلوم نیست که چی میشه. بله حالا که معلوم نیست چی میشه، خدا رو شکر، خدا رو شکر. میگن هنوز هیچی معلوم نیست، وقت تو میگی خدا رو شکر. همین که هیچی معلوم نیست، خدا رو شکر دیگه، فعلا خیالمون راحته دیگه خانم. حالا خواهر کیف و لطف فهم. پری خانم کجا موند؟ بله خانم ما دیگه زیاد دخالت نمیم. مش رحمت صدا تا بیرون می اومد. شمسی جون با این آب و هوایی که شما داری بهتره بری بالا استراحت کنی. آره من برای مش رحمت توضیح میدم شاید بفهمه. سلام بانوی فانوس به دست. اومدین؟ بهتری نمه جون؟ آره عزیزم استراحت کنم بهترم میشه. شال و کلاه کردی لیلا جون؟ کجا با این عجله؟ من میخواستم برم با شریف خرید. عزیزم حالا نرو، بیا بالا باهات کار دارم. عمه جون من باید برم، خیلی واجبه، قول میدم زود برگردم. خب اقلا شریفه رو با خودت نبر، بفرستش بالا باش کار داره. خانم ما صداش میکنیم بیاد. خانم ما صداش میکنیم. ممنون رحمت، خودم زود برگرد. چشم. منتظرتم. من میرم بالا ببرم. برو شمس. آره برین استراحت کنین حسابی. بفرمایید بعدم خدمت میرسم. خود عمو جون چی شد؟ دکتر چی گفت؟ هیچ، راجب شمسی جون که چیزی معلوم نشده، ولی هرمز خان و خان دکتر طهمانسبی با هم یه گفتگوهایی کردن، خدا میدونه حالا چی گفتن. والا هر کس ندونه فکر میکنه ما چه ها گفتیم.
در مورد حال احوال خواهر صحبت کردیم با خانم طهماسبی، بعدم راجع به اون برای آب و یه مقدار درد دل و اینا که مهم نیست. چی کار باید کرد؟ یعنی عمه در چه وضعیتی الان دقیقاً؟ انشالله که چیز مهمی نیست. دکترم که خیلی امیدواره، فقط بعد منتظر جواب آزمایشش باشیم دیگه. امروز تولدشه. سرخونه چی گفتی تو؟ امروز تولد عمه است. ای بابا من اصلا یادم رفت. اصلا حواستون نیست. خیلی خب، من به زیور و رحمت هم گفتم میخواییم سورپرایزش کنیم، گفتم شما هم در جریان باشیم. اتفاقا من یادم بود کادوشم واسش خریدم. اون موقعی که شما سرگرم گفتگو بودی من به فکر تولد شمسی جون بودم. احسنت پری خانم، احسنت. حسن توجه شما نسبت به خاندان گشایش ستودنیه، اصلا انتظار نداشتم. لیلا جون شما که تشریف میبرید بیرون یه کادوی خیلی خوب هم برای بنده بگیرید که میخوام غافل گیرش کنم. باشه حتما. نه لازم نیست لیلا جون، من از طرف شما هم گرفتم هرمز خان. این یکیه. باریکلا، من دیدم شما سرتون گرمه، گفتم یه کار خوب براتون انجام بدم. خیلی خوب، پس من برم. لیلا جون تو فقط از طرف خودت هدیه بگیر. بله، خدافظ. خدافظ.